سید مسعود استاد دانشگاه کابل که در حوزه اقتصاد و ادبیات کتاب‌های نوشته است میگوید که بارها کتاب‌های وی بی مشورش چاپ شدند. کسی چاپ کردهش، کسی ترجمهش کرده، فروختنش، پیسه گرفتنش. کتاب سیاست افغانستان روایت از درون نوشته رنگین دادفر اسپنتا ماه پیش و بازار آمد، اما در روز پس از آن که حتی 40% نسخه های چاپ شده فروخته نشده بودند که پی دی اف اسکن شده این کتاب به گونه غیر قانونی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد. این پست فیسبوکی یک از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک است که به مخاطبانش نوشته است که املای خودشان را برای وی بنویسند تا وی کتاب دکتر اسپنتا را برایشان بفرستد. وی وظیفه حکومت خصوصا اداره محترم روی سرنواری و ریاست محترم امنیت ملی است که ریشیابی بکنند. اگر ریشیابی صورت نگیره فکر نمی کنم که کسی نویسنده علاقمند شود که کتاب چاپ بکنه و ناشر علاقمند شود که سرمایه گذاری روی کتاب نویسنده بکنه. پیش از کتاب سیاست افغانستان روایت از درون کتاب آقای زلمه خلیلزاد کتاب فرستاده هم به گونه غیر قانونی که مربوط انتشارات آزم میشه است و انتشارات در هرات چاپ غیر قانونی شده و بازار عرضه شده و بیشتر این مورد چاپ‌های غیر قانونی کتاب‌ها از سوی نهادهای صورت میگیره که به عنوان چاپخانه فعالیت میکنن در دانشگاه‌های خصوصی و دانشگاه‌های دولتی که کتاب‌ها را چاپ می‌کنند به گونه غیرقانونی. این یک از چاپخانه‌هایی است که روزانه صدها دانشجو برای چاپ مواد درسیشان به اینجا می‌آیند. اگر کتاب ایرانی باشه که پیدا نشه یا ضرورت باشه یک چند ورقش ما میشه اون را کپی بکنیم. وزارت اطلاعات فرهنگ میگوید که این نهاد در حد توانش به شکایت‌های رسیده به این نهاد رسیدگی می‌کند. امیدوار هستیم که ما مشترکاً بتانیم حداقل موردی که پیش آمده، آخرین موردی که مسئله انتشار غیر قانونی نسخه های پی دی اف کتاب آقای اسپنتا هست، این مسئله متوافق لازمه داشته باشیم. اکنون ناشران کشور تصمیم گرفتند که در اعتراض سراسری دادخواهانه حکومت را به گونه جدی وادار به اجرای کردن قانون حق نشر بسازند و همین گونه خواستند که هفته اخیر ماه قوس به حیث هفته دفاع از حقوق پدید آورندگان اثر و ناشران در افغانستان نام گذاشته شود.